مورد دیگه رنگ هست و نه واژه رنگ ها، یکی از رنگ ها هست و رنگ بیج هستش. در زبان انگلیسی ما واژه بیج رو داریم که گرفته شده از واژه بیج هستش. بیج در زبان پارسی از ابتدا به همین شکل بوده، بیج بوده و توی جا به جایش تا برسه به زبان انگلیسی در ریشه واژه بیج همون بیج پارسی هستش، اما تو مسیرش که از چه راهی وارد زبان انگلیسی میشه یه مقدار باز دو راهی های وجود داره و مشخص تو اونقدر نیست. یک مسیرش این بوده که میرسه به عربی و وارد فرانسوی میشه، یه مسیرش این هستش که نه مستقیم وارد فرانسه میشه اما از فرانسه وارد زبان انگلیسی میشه. به این ترتیب انگلیسی از فرانسوی بیج رو میگیره، بیج رو، و فرانسه هم از پارسی میگیرتش، اما اینکه مستقیما از پارسی میگیره یا اینکه وارد زبان عربی میشه بعد وارد زبان پارسی میشه، وارد فرانسه میشه، این هر دو ممکنه، یعنی هر دو یه سری شواهد وجود داره. به هر حال اونی که وارد زبان این عربی میشه تغییر میکنه بخاطر اینکه ژ وجود نداره، اما وقتی وارد زبان فرانسوی میشه باز دوباره ژ رو پیدا میکنه. و همینطور اون مسیر دیگه که گفته میشه اون مسیر بوده، اصلا عربی در این میان نبوده، عربی خودش جدا از پارسی میگیرتش، اون هم ژ رو که بس نخورده میگیره. این ترتیب بیج تبدیل میشه به بیج و وارد زبان انگلیسی میشه و کاملا مشخص هست که یه واژه خارجی هستش، اون واژه انگلیسی نیستش. واژه های انگلیسی این ریتم و این صدا رو ندارن و مثلا توی فرانسوی به واژه های فرانسوی شباهت بیشتری داره تا به واژه های زبان انگلیسی. خب این هم یکی دیگه شون. به هر حال هر مسیری بوده و هر چیزی این ارتباط خیلی خوبی رو ایجاد میکنه و یاد گرفتنش رو فراموش. اگر مثلا من دارم اینو آموزش میدم به کسی، اگر این تاریخچه‌اش رو یادم دار بررسی کنم دیگه فراموش کردنش کار سختی میشه. امیدوارم که شما هم بتونید از این موضوع و از این تاریخچه و اینها به نفع یادگیری استفاده کنید. واژه دیگه که وارد زبان انگلیسی میشه از زبان پارسی واژه بالکنی، بالکنی، بالکنی هستش. بالکنی از واژه بالاخانه وارد زبان انگلیسی میشه. بالاخانه خب مشخص هست به چه ترتیب هست، فضایی هست که در یکی از معنی های واژه همون طبقه بالا میبوده در پیش، اما یه واژه دیگه، یه معنی دیگه که داشته، فضایی از خانه که روی سقفی ایجاد نمیشه و معمولا در روبرو دیواری نداره، سقف داره اما دیوار نداره، یعنی یک کف با یک دیوار از پشت و یک سقف روبرو کاملا باز هست. این فضا بهش بالکن، بالاخانه هم گفته میشه که معمولا با از چوب میبوده، اما رفته رفته خب تغییرات ایجاد میشه، خلاقیت های ایجاد میشه، شکل های معماری عوض میشه و همه مسائل روی زبان روی مسائل دیگه تاثیر خودشون رو میذارن توی سالیان سال و این میشه که یک حالت بالاخانه، واژه از بالاخانه به بالکن و همینطور از اون حالت ثابت مثلا یه بالکنی که در پیش تصور می شده عوض می شه و بالکن های متفاوتی ایجاد می شه. این واژه وارد زبان آلمانی و پس از اون ایتالیایی و پس از اون وارد زبان انگلیسی می شه، یعنی دست به دست می کنن از انگلیسی به آلمانی، آلمانی تغییراتی رو روش ایجاد می کنه، بعد وارد ایتالیایی می کنه و ایتالیایی هم با تغییراتی که می ده اون رو وارد زبان انگلیسی می کنه و الان ما بالکنی رو که داریم برگرفته از همون واژه بالاخانه هستش.